گذشت و حال قبل ماه میسی هم یه مراسم بود، بعد استیل ورکرز بود، ما متاسفانه نتونستیم بریم. خدمت شما عرض کنم که کارگران جهان متحد شویم شعاری که بچه های چپ ایران کمونیست ها میدن و در حال شعار جهان وطنی، شعار در حال مترقی، ولی شعار یک چیزی رو من یاد گرفتم، چیزی که توش عمل نداشته باشه، حوزه عملی نداشته باشه در حد شعاره و در حال یک حرفه و به جایی هم نمیرسه، حرفم باد هواست. به این دلیل عرض میکنم خدمتون که این دوستان میگیم شاخهای مختلفشون دارن، شاخهای مختلف دارن، حزب کمونیست کارگری، حزب توده، راه کارگر، شاخه کانادا، نمیدونم مجاهدین، همه اینا در مورد روز جهانی کارگر موضع میگیرن، در حال مقاله می نویسن، یک سرشون که خودشونی گلوشون رو پاره میکنن، در حال یک سرشون اتفاق خودشون استثمار میکنن، ولی داریم چون همه بالاخره شما نمیتونیم تکنیکی کارگر داشته باشی بدن به یک نوعی استثمار هم نشه، چون شما توی این سیستم اینجا سیستم سرمایه شما میری کارگر رو یکی رو استخدام میکنی و فقط یه روز بعد یه پولی بهش میدی دستید دیگه، دیگه که مثلا بیمه و این چیزا دیگه با حضرت عباس و جیزس کرایس دیگه. اینی که این به خاطر این گفتم که یک هفته است که دو هفته است که خبر سوءد رفتار، بد رفتاری با کارگران خارجی که مثلا از کشور آمریکای لاتین میارن، مخصوصا تو ونکوورینا میارن، بریتیش کلمبیا میآوردن برای اینکه مکدونالد استخدام میکرد، تیم هورتون استخدام میکرد با حداقل حقوق و اینا رو ساعت کار اضافه و در حال روشون هم بودن حرف هم بزنیم میندازیم بهتون بیرون. من ندیدم ایش کنم از این جریانات ایرانی که موضع بگیرن. ببینید یه موقع جریانی میگیم ایرانی، بنابراین طرف میگن چشمم اون بره، کارم اون بره، تو حوزه کار میکنم، به اینجا کار نداره. یک راهکاره، یک شیوه است، ولی این شیوه یک چیزی داره. هستن مثلا دوستان بنی صدری ما، خود آقای بنی صدر میدونم که چیز نیستنشون، شهروند هنوز فرانسه نشدن، نمیشن. دوستانی هم هستن اینجا که شهروند کانادا نمیشن بعد از 20 تا چندین سال، میگن ما باید هویت ایرانیمون رو داشته باشیم، ولی ما، ولی تقریبا اکثر این دوستان پاسپورت آمریکایی و کانادایی گرفتن، شهروند شدن، هیچ هم اشکال نداره. وقتی شما شهروند شدی تو حوزه اینجا باید کار بکنی، بعد از اون وقتی شما میگی من جهان وطنی هستم، از اینجا در مورد ایران موضع میگیرم، آقا من کارگران شرکت واحد اینجوری شدن که درستم هست، ولی موضوع مهم اینه که خب بابا یه چیز این برم یه نگاهی همین بر داشته باشید دیگه. آقا شما چجوری وقتی اینجا تو ما موضع ندارین، آقا میشه باور کرد که شما میتونید اصلا بینش و دانش و اون آگاهی رو دارید که بتونید برای ایران بدن کار رو انجام بدید؟ چون به قول من روز ارمازل فارسی دارم میگن اگر بیل زنی باغچه خودتو بیل بزن، کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی. آقا اینجا کارگرهای موقت که دارن میان کارگرن در شرایط سخت با کمترین حقوق بدون هیچ امکاناتی همیشه در حال تهدید هستن، یعنی همون چیزی که هزاران از افغانهایی که در ایران کار میکنن و به تولیدات ایران کمک کردن در زمان جنگ و بعدش و حتی حالا کارگر ارزونن و هیچ اصولا خیلی جا امنیت اقتصادی نیست. خب این یک جهان شمولی اگر باشه، خب باید اینجا موضع گرفتی که حالا یه نامه ای نمیدونم یک حرکتی چگونه است. بنابراین بعدش هم حرفم که میزنن ماشاءالله برات صد تا فاکت میارن از لنین و مارکس و نمیدونم اون یکی هاشون که از هابرماس و نمیدونم اینا میارن، ما اینا رو نمیشناسیم، اون بندگان خدا اینقدر نداریم ده ها اطلاعات هم مثل این دوستان نیست، اینا خیلی سواد دارن بقیه ندارن، ولی تو حوزه تئوریک خیلی ماشاءالله حرف میزنن.
ولی اینکه آستین بالا بزنن نه، اصلا این حرفا نیست. آقا شما یه نفرم که هستی اگه باورمندی باید این کارو بکنی. ما باور داریم که آقا باید اطلاع رسانی درست کرد، وقت میذاریم، تیممون وقت میذاره، زحمت میکشه، خبر جمع میکنه، کار میکنه، کار فنی میکنن که این بتونیم این خبر رو به شما سر ساعت برسون. تلویزیون رادیو تلویزیون بی بی سی 25 میلیون پوند سالی بودجهش. خب داستان همینه دیگه. ولی باید کار کرد دیگه. هر کسی یه گوشه کار رو باید گرفت. این جنازه مرده کامیونیتی سال هاست و دوش ماست. بعضی هاست میاد روز عده به خصوصی هستش دیگه. این برابر میکشن آقا میکشی میشه آقا به یه جایی به سر سامونی برسه. بقیه فقط میان میخوان بگن آقا این میان واقعا دورانش گذشته دیگه. دیگه یکی از کارهایی که باید یاد بگیریم انتقاد درسته. دوستان چپ، کمونیست، سوسیالیست حرفی دارن برای گفتن تو این زمینه، بیان به مخاطبا بگن که چرا آقا تو اینجا موضع نمیگیری؟ کارگره اینجا فرق میکنن بدن؟ یا اینکه اطلاع ندارید؟ خب اطلاع ندارید یه مشکل خودتونه دیگه. تو دنیای اینترنت اطلاع ندارید مشکله. در حال امیدواریم که دوستان درست بکنن خودشونو و در حال چون این تجربه باید یه روزی برگردون تو ایران و به نیروهای اتحادیه کاری کارمندی اونجا بستی منتقل کن. یه واقعیت و این نیاز به مسئولیت داره، نیاز به همکاری داره، نیاز به حس انسانیت داره. در حال با یه چیزی یاد گرفتیم یا آقا این هر کسی اگر کاری رو که باور داره انجام بده اوضاع بهتری خواهیم شد. خیلی زیاد نمیتونیم عوض کنیم ولی میتونیم که اطلاع رسانی بکنیم. اها دوستان اگر اطلاعی دارن، تصحیح هست، انتقادی هست، لطفاً به ما در تلفن 416-847-337 میتونن پیام بذارن. اگر میخوان صداشون پخش بشه حتما بگن یا تلفن بذارن ما خدمتشون اجازه میگیریم پخش بدیم. اگر نه میخوان پخش نشه که خب پخشش نمیکنیم ولی خوشحال میشیم داشته باشیم. ایمیلمون است rahaltv@gmail.com. الان ساعت 9:30 شب به وقت تورنتو، ساعت 6:00 بعد از ظهر به وقت ونکوور و لس آنجلس و ساعت 6 صبح شنبه 20 اردیبهشت من از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. تا برنامه دیگه همتون رو به خدا میسپارم. شاد و شادکام باشیم. برنامه منو میتونید برنامه راه حل هر شب ساعت 8:30 شب دوشنبه تا جمعه و یک شنبه در حقیقت یک شنبه تا جمعه، چون شنبه ها رو بعضی موقع در حال باید با خانواده باشیم و سعی میکنیم ضبط کنیم ولی ترجیح میدیم که ضبط نکنیم، زنده برنامه رو اجرا بکنیم. برای زنده میدونید که نیاز به کار داره، مطالعه داره، دانشش رو داره و در حال همین قدری که میتونیم به شما اطلاع رسانی کنیم و حتی عده معدودی هم از این کار نفع ببرند ما وظیفه‌مون انجام دادیم و خوشحال. در حال usiran.tv تلویزیون مستقل، مردمی و رسانه‌ای متفاوت متعلق به خود شماست. ما نیاز به کمک‌های غیر مالی شما داریم. مالی رو می‌دیم، هممون کار می‌کنیم، الحمدلله کار می‌کنیم، در حال می‌تونیم هندلش کنیم، شکر خدا. نیاز داریم به اینکه مطالب، عقیده ها، نظرات مختلف و مشکلات کمیته ایرانی چه در اینجا، چه ایران، چه در آمریکا بحث چه، مطرح چه، بقیه بدونن. چون تا وقتی اطلاع رسانی نشه اصلا مشخص نیست مشکلی هست. هفته پیش جاتون خالی مهمونی بودیم، 6 تا خانواده بودن. این 6 تا خانواده تو ریچمونتیل بودن، هم ریچمونتیل بودن. اولا نمیدونستن اصلا قرار انتخابات بشه. خب این 6 تا خانواده خیلی جالب بود. البته 6 تاشون هم مخالف آقای مریدی بودن. ولی موضوعی بود که رای هم نمیدادن. اصلا رای نداده بودن. سال هم که اینجا بودن. خب بنابراین فرقی دیگه نمیکنه دیگه. اینه که تا برنامه بعد شاد و شادکام.